نظام هستی و قوانین حاکم بر آن از برنامه ریزی و نظمی شگفت انگیز حکایت می کند. با دقت در پدیده هستی در میابیم که دست پرمهر پروردگار هر چیز را در جای خیش نهاده است. خداوند در قرآن کریم می فرماید همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینش آن بخشایشگر هیچ گونه اختلاف نمی بینی. باز بنگر آیا خلل می بینی؟ جهان آفرینش با همه بیکرانگیش با نظم انسجام و ترکیبهای حساب شده آمیخته است. پیدایش شب و روز رفت و آمد فصلها، خواب زمستان و بیداری در بهار، همگی نشانه های آشکار نظم و برنامه ریزی جهان هستیست. از مجموعه آیات قرآن برمی آید که در این جهان محدود هر چیزی را وقتی و هر کاری را زمانی لازم است و وقت شناسی، برنامه ریزی و تنظیم امور در آفرینش مورد توجه آفریدگار متعالی بوده است که آیات و نشانه هایش را با تعمل در جهان هستی و معجزه خداوند یعنی قرآن می توان دریافت. در اصر ارتباطات و پیشرفت های شگرف، برای کسب علم و دانش و رشد فکری و اجتماعی و معنوی و هر کاری، انسان نیاز به برنامه ریزی و تنظیم اوقات دارد و باید از اصل مهم برنامه ریزی در زندگی غافل نمانیم. بحث نظم و برنامه ریزی در زندگی یک بحث واقعا مهمی هست. شما اگر واقعا بخواید ببینید که کی موفق شده باید ببینید که واقعا چطور روی برنامه ریزی های خودش کار کرده چه برنامه های برای خودش تعیین کرده این خیلی مهم است بحث اهمیت برنامه ریزی چیزی که میتونه برنامه ریزی را به موفقیت برساند اون نظم است یعنی نظم است در حقیقت که میتونه برنامه ریزی را به موفقیت برساند اجرای از اجرای برنامه که شما برای خودتان تنکرید نیاز به یک نظم کاری خیلی دقیق و مشخص داره این دو تو واقعا کنار همدیگر میتونن یک فرد به سمت موفقیت برسانن اگه یک نگاه خیلی ساده داشته باشیم به کسایی که حالا موفق بودن این را واقعا میبینیم که اونا هم دقیقا بخش برنامه ریزی برایشان مهم بوده و از اون طرف یک نظمی که به وجود آوردن در طول حالا جریان کاری خودشان که موفق شدن به اهداف کالا تعیین کردن با توجه به برنامه داشتن برسن این دو تا کنار هم دیگر چی میگن اما مثل دو بال میمونه که میتونه هر فرد رو به موفقیت برسونه لازم است هر کاری در زمان مقرر و مناسب خود انجام گیرد و این امر به وسیله برنامه ریزی میسر میگردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ترک فرصت ها و بهره برداری نکردن غصه ها را در پی دارد یقینا کارهای زندگی انسان یک دست نیست برخی اهم است برخی مهم و برخی اهمیت کمتری دارد برنامه ریزی اولویت ها و اهم ها را مشخص می کند. برنامه ریزی باعث می شود هر کار در جای خود انجام و به اندازه خود وقت ببرد. در نتیجه امکان ذخیره سازی وقت فراهم است. مطالعه زمان عبادت و خواندن قرآن و دعا زمان استراحت و خواب زمان تفریح و ورزش زمان روابط خانوادگی و اجتماعی و ساعتی نیز برای خلوت در نظر بگیریم کسی که برنامه ریزی دارد طبق برنامه حرکت می کند و در طول روز استهلاک و هدر دادن وقت ندارد و به سرعت تلاش می کند و برنامه های خود برسد یقینا در راستای رسیدن به اهداف خود نیز موفقتر است زمانی که فرد برای خودش تعیین اهداف میکنه برای رسیدن به حتما باید برنامه داشته باشه یکی ما از کجا باید شروع کنم چه رقم شروع کنم چه زمانی شروع کنم احتمالا چه امکاناتی در اختیار ما باشه اینا همه موارد است که در برنامه ریزی باید گنجانده شود شما برای رسیدن به موفقیت بدون برنامه ریزی امکان نداره که مثلا برسی به موفقیت و از اون طرف سیستمی که باعث سازی میشه که شما به موفق برسید در حقیقت اون نظم کاری که به وجود میرید وقتی شما برنامه ریزی میکنید و به دنبال از این که به اهدافتان برسید اونو زمان است که نظم اینجا به کمک شما میاد یعنی شما چه کاری را اول انجام بدید چه کاری را دوم انجام بدید کدام کار سوم انجام بدید و چطور انجام بدید در چه زمانی در چه موقعیت و چه مکانی اینا میاد در قالب نظم اگر شما این امیر به صورت منظم و روتینوار برای خودتان تعریف نکنید حتی این امیر برنامه ریزی که خودتان کردید اجرا نمیتونید یعنی دقیقا بخش اجرایی کار که نیاز مبرم رسیدن به موفقیت هست در حوزه نظم گنجانده میشه این موضوع بسیار مهمه در طول روز اگر انسان هم مشغول انجام کارها باشد و هم برنامه ریزی قبلی نداشته باشد دچار استراب و استرس می شود. ولی اگر از قبل برنامه ریزی داشته باشد در حین انجام کار دچار استراب نمی شود. برنامه ریزی دقیق و همه جانب نگر باعث می شود که برای هر کاری زمانی در نظر گرفته شود و هیچ کاری از قلم نیفتد. برای همه اتفاق افتاده که برخی کارها را هر روز می خواهیم انجام دهیم ولی موفق نمیشیم و این به خاطر عدم برنامه ریزی و اختصاص وقت به آن کار است. برای برنامه ریزی بهتر برای کارهای زندگی و روزمره و استفاده بهینه از زمان ضروری است که به اصول و قواعدی که ما را یاری می رساند به جد توجه داشته باشیم. برای برنامه ریزی اولین چیزی که مهم است شما باید تعیین هدف کنید یعنی هدف که داره قیقت به شما میگه شما چطور برنامه ریزی کنید این خیلی مهم است هدف باید برای خودتون کاملا واضح و روشن باشد اگر شما ندونید که چی میخواید طبعا برنامه‌ریزیتون هم دوچاره مشکل هست به عنوان نمونه وقتی شما میخواید برید به سمت مزار هدفتون کاملا مشخص رسیدن به مزار است تصمیم میگیرید زید که مثلا چه ساعتی از خانه حرکت کنید کی مثلا با چه وسیله حرکت کنید در مسیر راه احتمالا چطور باشه اگر انمی هدف برای شما مشخص نباشه شما نه وسیله دقیقا میتونید انتخاب کنید نه مسیر راه برای شما مشخص است نه جایی که باید استاد شوید برای شما مشخص است نه زمان حرکتتون برای شما مشخص است هیچی برای شما مشخص نیست پس هدف واقعا مهمه هدف کمک میکنه به شما که برنامه ریزی دقیق،, دقیق, تر داشته باشید چون برنامه ریزی به تنهایی برای خودش مفهوم نداره شما برای چه کاری میخواید برنامه ریزی کنید در حقیقت او هدف است که به شما میگن شما چطور باید برنامه ریزی کنید از اصول برنامه ریزی یکی از مورد خیلی عمدهش اینه که شما با تعجب به هدفتان باید کار برنامه داشته باشید یعنی اگر مسیر حرکت و مقصدی که شما میخواید برسید مشخص باشه او با برنامه ریزی برای شما کمک میکنه کنار از دوباره ارتباط میگیره به بخش تعیین اهداف هدف باید واقعا واضح و روشن باشه یعنی الان شما مشخص کردید که, که هدفتان چی است این هدف باید قابل اندازه‌گیری باشه یعنی شما باید بتونید تشخیص بدید که آیا در این مد زمانی که من انجام دادم آیا به اون سمت دارم حرکت میکنم یا نمیکنم قابل ارزیابی باید باشه شما باید بدانید که چقدر پیشرفتی در برای رسیدن به همه این از او زمانی برنامه‌ریزی به شما کمک میکنه یعنی شما برای از اینکه بتونید اندازه بگیرید که آیا به هدفتان رسیدید یا نرسید نیاز به یک برنامه دارید بدون از اون نمیشه شما برای رسیدن به خود هدف اصلیتون نیاز به یک برنامه دارید شما برای از اینکه بدانید آیا در بازه زمانی هستید یا نیستید باز نیاز به یک برنامه دارید شما برای از اینکه بدانید چی میگن آیا هدفتان الان قابل تطبیق هست یا نیست باز نیاز به برنامه ریزی پشت از دارید اینا مثل یک زنجیر که همه کنار به همدیگه وصل هستن کنار همدیگه هستن هیچ کدامشان به تنهایی نمیتونه کمک کنه شاید خیلی به جورت بتونه به تنهایی خیلی اصلا مفهوم هم نداره کنار همدیگه هستن که معنا پیدا میکنن نوع نگرش به زمان گویای روشن استفاده از آن است. گاه در برنامه ریزی زمان را به صورت روز و هفته و ماه و سال می بینیم که این برنامه ریزی آنچنانی که باید دقیق نیست و منجر به هدر رفتن وقت و زمان می شود و گاه به صورت ریزتر ملاحظه می شود. در برنامه ریزی دقیق و ظریف باید کوچکترین واحد زمان را از ثانیه و لحظه و دقیقه مشخص کنیم. برنامه ریزی دقیق و خوب یعنی نجات دادن و ذخیره سازی وقت در پرتاب نگرش و توجه به کوچکترین واحد زمان به با بیانی سادهتر باید تک تک سانیه ها و یا حداقل دقیقه و ساعت ها را مراقبه کنیم که در بتالت نگذرانیم و به صورت بهینه از آن استفاده کنیم حضرت علی علیه السلام در این زمینه میفرماید هر کس به چیزی که مهم نیست بپردازد آنچه که مهم است را از دست می دهد. پس با طور کلی می توان گفت باید نحوه برنامه ریزی و صرف جویی در زمان را بدانیم. صرف جویی در زمان یعنی جلوگیری از هدر رفتن وقت و بهره صحیح و کامل از زمان و وقت خود بردن. و برای رسیدن به این امر لازم است سارقان وقت و زمان را شناسایی و مهار کنیم. نباید به دام امور بیهودهی بیافتیم که صرفا وقت و زمان ما را هدر می دهد و بس. یک از مشکلات فرهنگی که ما متاسفانه داریم اینه که ما از خودمان حساب نمیگیریم میدونی چیه؟ هیچ کس از خودش آیا پرسیده که ما در موقعیتی که الان هستم با پار سالم چقدر تفاوت به وجود آمده؟ این پرسش پرسشی که پرسش سختی است دار. اما ما باید حتما از خودمان داشته باشیم که آیا من نسبت به پارسالمون چقدر تغییر کردم به کجا رسیدم اگر نرسیدم احتمالاً چه چالش های اونجا بوده چه مشکلات رو من داشتم که نتونستم این پرسش پرسش خیلی اساسی که ما متاسفانه انجام نمیدیم نسبت به اصلا دقت نداریم مسئله بعدی که خیلی متاسفانه در فرهنگ ما حالا جا داده عدم اهمیت دادن به زمان است اصلا به زمان اهمیت نمیدیم مثلا اگه میگیم اگه جای ساعت نه وجه قرار ملاقات داریم اگه نه میشد میگیم برو خیر نه نیم میشه دیگه این نیم ساعت برای ما شاید خیلی مهم نباشه اما برای زندگی ما واقعا مهم است و ما اهمیت از رو درک نمیکنیم همین 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه است که کنار همدیگه عمر ما رو تشکیل میده و اگر بعضی اهمیت ندیم که متاسفانه الان هم رقم اتفاق افتاده ما عمر ما میره اما به اون که میخوایم برسیم به هدفی که دوست داریم دو برسیم نمیتونیم خود او هدف برسونیم متاسفانه این هست یعنی این دو تا چالش خیلی جدیه ما از خودمان حساب نمیگیریم و نسبت به زمان کاملا توجه هستیم باید بدانیم که تعارف های بیش از حد، تلفن های غیر ضروری، ملاقات هایی که بدون برنامه قبلی در محیط کار و یا جاهای دیگر واقع می شود، آماده نبودن لوازم، ارتباط با افراد ناباب، استفاده نبردن از بیکاری، فهرست کار را آماده نکردن و عدم اولویت گذاری نیز می تواند از جمله مواردی باشند که با عنوان سارقان وقت و زمان شناخته می شوند. برنامه ریزی خوب و عمیق و همه جانبه فکر خوب و جرفندیشانه است. اگر کسی بخواهد برنامه ریزی خوبی داشته باشد باید در مورد آن کار جوانب آن عاقبت و آینده آن خوب فکر کند البته از این نکته نیز نباید غافل شد که فکر زیاد و دقت و عاقبت اندیشی بیش از حد نیز انسان را دچار وسواس می کند در زندگی گاه انبوهی از مشکلات سر راه انسان سبز می شود که ممکن است انسان معیوز شود و یا خود را در بنبست ببیند ولی باید توجه داشت که میتوان با برنامه ریزی و چاره اندیشی کارها را سامان داد و گره ها را یکی پس از دیگری باز کرد و در این راستا مشورت و کمک گرفتن از نظرات و تجربیات دیگران اصل مهم است خصوصا در برنامه ریزی های گروهی مشورت امر ضروری تر است چون هم باعث غنای برنامه ریزی می شود و هم عامل جذب و همکاری دیگران مشورت واقعا بحث خیلی مهمی است ببینید ما در همه زمینه ها تخصص نداریم ما اگر مریض میشم احتمالا باید برم با یک دکتر بشنو مشورت کنم و او به من توصیه میکنه که تو این کارو بکنی ای کارو بکار اگر در حوزه های مالی اگه میخوام فعالیت و کار کنم دوباره احتمالا یک نفر که در حوزه تجربه داره تخصص داره خیلی بهتر میتونه به ما کنه که شما ای کارو بکوی کارو کنم و اگر در دیگه آموزش که خود ما هستیم ما همیشه با کسای که تخصص در بخش دارن در جاهای مختلف هستن با اونا میشینیم صحبت میکنیم که ما چیکار کار کنیم این مشورت به ما راه میده باعث از میشه که ما زوایا را مسائل از زواهای مختلف ببینیم تنها به اون نقطه ای که ما خود ما فکر میکنیم یا ایده و نظر ما خود ما هست بسند کنیم ممکن است یک سری جاهایی را ما نبینیم اما اینمی مشورت به ما کمک میکنه که او جاها را بهتر ببینیم و از اون طرف اتفاقی که میافته باعث از این میشه که ما تصمیم درست را بگیریم در تصمیم گیری های دقت بیشتری داشته باشیم و از اون طرف وقت تصمیم تصمیم درست شد برنامه برنامه درست میشه خیلی دقیق و بهتر میشه مشورت واقعا خوب است ما در آموزه‌های دینی می‌دونیم و امرهم شورا بینهم یعنی با همدیگه در اموراتی که هستن با همدیگه بشینید مشورت کنید مسئله قدیمی خودم که میگن که چند تا عقل از یک عقل خیلی بهتر است این دقیقا اشاره به موضوع مورد داره که ما موضوعات از زاویه دید خودم میبینم اما بقیه زاویه ها رو ممکنه من نبینم اما یک فرد دیگه هست که او از یک زاویه دیگه میبینه و یک نکته دیگه رو به من میگه این واقعا به من کمک میکنه که تصمیمات درستری رو بگیرم تصمیمات بهتری بگیرم و در مقام مشورت بهترین حالتی است که شما با کسی مشورت کنید که او حوزه تجربه دارد صاحب تخصص است این واقعا کمک کنند است یعنی شما اگر به عنوان نمونه شما مشکل جسمانی دارید بهترین کسی که میتونه به شما مشورت بده دکتر است نه یک انجینیر اما برعکس از وقتی میخواهید یک خانه جور کنید بهترین کسی که میتونه به شما مشورت بده انجینیر است دیگه دکتر نیست حوزه تخصص و تجربه در بخش مشورت خیلی کمک میکنه به انسانها که تصمیمات بهتر و درستتری را بگیرن یکی از موضوعاتی که باید به طور جدی مد نظر داشت این است که برنامه ریزی وقتی ظریف و دقیق بود باید با جدیت تمام اجرا و عملی گردد و به هیچ وجه اجازه ندهیم کارهای دیگر مانع انجام آن گردد. بیشتر افراد زمانی که تصمیم میگیرند نظم و سامانی به زندگی خود بدهند کاغذ و قلم بر می دارند و کارهای خود را یادداشت می کنند. سپس برای هر کاری که دارند زمانی را در نظر می گیرند. این برنامه ریزی کمک می کند که بدانید چه کارهایی برای انجام دادن و چقدر زمان برای هر کار دارید اما بسیاری از کسانی که برنامه ریزی می کنند فقط تا مرحله نوشتن برنامه خود پیش می روند و موقع عمل کردن به برنامه که می شود با مشکل مواجه می شوند پایبندی به برنامه ریزی از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر به هر دلیلی به برنامه ریزی که انجام داده اید پایبند نباشید یقینا نتیجه مطلوبی نیز حاصل نخواهید کرد. یک از دلایل عمده و شاید بگم که خیلی هم تاثیرگذار است برای شخصی که حالا پایبند به برنامای خودش نیست عدم باورمندی خودش به برنامه خودشه اصلا به هدفی که خودش تعیین کرده باور نداره وقتی باور نداشته باشه قطعا تغییر میده چرا امروز با توجه به شرایط این هدف رو تعیین کرده فردا شرایط تغییر میکنه یک هدف دیگر رو برای خودش تعیین میکنه چند سال بعد یا چند روز بعد چند هفته بعد چند ماه بعد شرایط تغییر میکنه برنامه دیگه ای رو برای خودش تعیین میکنه خواسته های خودش تغییر میکنه برنامه خود تغییر میکنه دلیل اصلیش این ای مسئله است که خودش نسبت به او هدفی که برای خودش تعیین کرده باور نداره و هدف هدف چه میگن قلبی خودش نیست بلکه آریا است از جای دیگه دوستی بهش مشوره داده که تو اگه کار کنی خوب است برای خودش تعیین هدف کرده که من این کار انجام دم اما قلبا به او باور ندارم به محض اینکه به چالش میخوره تغییرش میده میگه نه والا من این کار انجام دادن نمیتونم نکته کلیدی دیگه که در بخش عدم پایبندی است عدم درست برنامه ریزیه. شما اگه به درستی برنامه ریزی نکنید دچار چالش میشید وقتی به چالش خوردید دل سرد میشید و انگیزه لازمه، برای رسن به هدف دیگه نداری به همین خاطر پای خود پس میکشی میره سراغ هدف بعدی این متاسفانه شده حالا دلیل اصلیش که واقعا دوستا در تعیین اهداف مشکل دارن یعنی اول که خیلی دقیق هدف تعیین نمیکنن دوم مسئله ای هست که اگر شما به چالشی برخورد کردی هدفی که نباید تغییر بدی بعد برید راهکار یعنی برنامه خود تغییر بده اینجا متاسفانه دوستا اشتباه میکنن به اینکه برنامه رسن به هدف تغییر بدن میرن خود هدف تغییر میدن این خودش باعث میشه که شما تعدد اهداف داشته باشید یعنی در اگر هدف سالانه مثلا دارید مثلا برای یک شخصی که حالا در قرار است که کنکور امتحان بده و میره امتحان میده و نمیرسه دیگه هدف خود میاد کاملا میگذاره کنار دیگه هدفش دیگه تحصیل نمیشه میره سراغ میده در صورت که شاید او هدف هدف واقعا درستی بوده اما برنامه ای که ریخته برای رسن به او هدف اونجا جدا مشکل است سیستم که قرار او خودش اجرا کنه تا برسه به هدفش ده او سیستم مشکل هست اینی ده ای حوزت تشخیص درست نیست با هم خاطر من کل هدف تغییر میدن وقتی کل هدف تغییر کرد همه مسئول دوباره زیرو رو میشن و طبعا تبدیل به روتین میشه یعنی شما وقتی یک جایی به یک چالش خوردی به یک مانع برخورد کردید و برایت سخت بود حل کردنش به جایش که از روی مانع بپری و او را حلش کنی مشکل حل کنی میری یک سمت دیگه دوباره مدت زمان رو اونجا تجربه میکنی احتمالاً باز به یک چالش برخورد میکنی به یک مانعی میرسی و باز به جایی که چالش حل کنی مانع را حل کنی, کنی، ریشه های از پیدا کنی باز مسیرت تغییر میدی یک سمت دیگه و این تبدیل به عادت میشه نتیجه چی میشه نتیجه چی میشه که ما سالها از عمر ما میگذره و بعد از چند سال میبینیم که او دستاورده که باید داشته باشیم نداشیم اگر یک مروری داشته باشیم که چه اتفاقات افتاد دقیقا میبینیم که ما در تشخیص خیلی از موارد در تعیین اهداف ما دچار مشکل بودیم در تشخیص از اینکه برنامه ما را به سمت موفقیت میرسانه یا نمیرسانه دو مشکل بودیم به هم خاطر نسبت به تعیین اهداف ما نسبت به برنامه که داریم خیلی پایبند نیستیم چرا چون فکر میکنیم هدف هدفی مثلا درست نیست در صورتی که برعکس او سیستمی که ما را میرسان به هدف اونو سیستم سیستم درستی نبوده خود هدف هدف درست و دقیق بوده اینا هم از دلایل است که پایبندی به اهداف در طول زندگی کم میکنه و از طرف باعث میشه که یک مقدار سردرگمی به وجود بیاد چرا چون من امروز تصمیم گرفتم که کار انجام بدم بعد فردا تصمیم میگیرم یک کار دیگر انجام بدم پس فردا تصمیم میگیرم که یک کار دیگر انجام بدم و در نهایت باعث میشه که من فقط زمان از دست بدم ارزشمندترین چیزی که ما در اختیارمان داریم او هم زمان است و ما او را از لیست در پایان و به طور کلی بیان می‌داریم که مهمترین مسئله در برنامه ریزی داشتن هدف است. داشتن هدف باعث می شود تا فعالیت و کارهای ما در جهت خاصی قرار بگیرد و زندگی ما هدفمند گردد. در نتیجه از انجام دادن کارهایی که در راستای هدف ما قرار ندارند پرهیز خواهیم کرد. تعیین هدف برای موفقیت کافی نیست یعنی داشتن هدف برای موفقیت لازم است اما کافی نیست مهمتر از خود هدف انجام اقدامات عملی است یعنی باید فعالانه در راه رسیدن به هدف گام بردارید و با تلاش و کوشش سعی کنید تا خودتان را به هدف مورد نظر نزدیک و نزدیک تر کنید برنامه ریزی یکی از رموز موفقیت و پیشرفت است انسان با برنامه ریزی می تواند مشکلات احتمالی را پیش بینی و برای آنها چار اندیشی کند. برای داشتن برنامه ریزی درست اجرای آن چند عامل تاثیر گذار هستند که عبارتند از استفاده بهینه از فرصت ها، ارزش نهادن به وقت و زمان، آینده نگری و تدبیر.